هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. فردا دوشنبه یک نشست بین المللی در تاشکند برگزار می شود با ابتکار جامعه جهانی و مطوری که گفتن سازمان های بین المللی و نماینده های از قدرت های بزرگ تام وست، رینا امیری و از این قبیل آدم ها در اونجا گرد هم می آیند در تاشکند. سفیر ازبکستان در واشنگتن خبر داد که جبهه مقاومت و مخالفان طالبان در اینجا جای ندارند، دعوت نمیشن. همچنان در برنامه از دزدی 3 میلیون دلاری برادر امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد به شما ما اطلاعی را میتم که به اصطلاح چی برای شما بگویم که مش نمونه خرار از فساد طالبی. جولان وهابوف سفیر ازبکستان در واشنگتن است. ای آدم در صحبت با وی او ای دری گفت که به تاریخ 25 تا 26 یک روز تا دو روز نشست بین المللی برگزار می شود ازبکستان. نمایندگان بین المللی، سازمان های جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان های کشورهای اسلامی، کل ایمیا میگه هستند رینا امیری آمه است، تام وست آمه است، اما از مردم افغانستان هیچ کس نیست. از گروه طالب ملا متقی است اوجه میرن. یعنی ما با یک نشست طالب نوازی مواجه هستیم که سازماندهی شده از طرف خود امریکایی ها، از طرف انگلیس ها و از طرف پاکستان. ترکیه هم در این جرگش شامل است و ازبکستان در این به اصطلاح پکت جدید در اطراف افغانستان شکل گرفته در این محور است. خود ظاهرا میگه که هماهنگی کمک های بشری برای افغانستان به هدف جلوگیری است. یک تراژدی بشری در افغانستان هدفی کنفرانس است و ایجاد دیالوگ مؤثر و نشان دادن موقف قاطع جهان علیه تروریسم. اینا در حمایت از تروریسم آمدن برگزار میکنن جلسه. اونجا یک تعهد مشترک باید به وجود بیارن تا طالب به عنوان یک نیروی مسلط در اونجا بیمه شود در افغانستان. هدف اینی است. خودشان میگن، این جولان وهابوف میگه که ما انتظار داریم که حتما این کار خواهد شد که افغانستان و پاکستان برنده خواهد شد. آسیای میانه و آسیای جنوبی وصل میشه از طریق کانال های اقتصادی و همکاری های مشترک. اما شمال افغانستان که بستر مقاومت ملی بر ضد تروریسم و طالبان است، هیچ راه نداره در این کنفرانس. پس شما از کدام راه کار میکنین؟ میبینین بازی ها اینی رقم چپ روان است. آلی فرش سرخوار میکنن که طالب بنوازن، سازمان ها رو یکی بکنن تا کمر طالب بسته بکنن تا اینا از بحران موجود آزاد شوند. خب اما به کدام قیمت؟ ما شما هم چند روز پیش شاید نبودیم که دو بار راکت باری شد از خاک افغانستان به ازبکستان به اینی قیمت. خب از اون ترس هم است که اینا در این محور خود گرفتن. دیگه قیمت چیز؟ شدتگیری قتل و کشتار و شکنجه بالای مردم افغانستان، قتل عام در اندراب، در پنجشیر، در خوست، در ننگرهار به اینی قیمت. وهاب خان وهابوف جولان خان فکر میکنه که به این کارا امنیت و منافع ازبکستان تأمین می شود. وهاب خان تیر خدا میاره که همی حال ده ها هزار تروریست بین‌المللی در سرحد با ازبکستان و تاجکستان مستقر هستند. کل گروپ های انتحاری به شمول سازمان های افراطی ازبک تبار از فرغانه تا تمام آسیای میانه تا تمام ازبک ها، حرکت اسلامی ازبکستان، حزب تحریر، همیش
امید منتظر قمانده داخل شدن و ترمز هستن. از یک تیر خدا میره. بازشی میگه میگه که دمی جلسه اگر امیر خان متقی اعلان بکنه که تماس های خود ما با سازمان های تروریستی قطع میکنیم. او تو دام آبادی که پا میزنی؟ معلوم بنابرای تایید میکنن که طالبان با تمام سازمان های تروریستی هنوز مرتبط هستن. خب میسن شبکه های استخباراتی ازبکستان گزارش میدن که در سرحدات در ایرتان جا چی گپ است. خبر دارن. قال میگه که گپ کری میزنن؟ گپ تانوستا میزنن، گپ خلیلزاد میزنن. رینا امیری من میفهم به افغانستان چه ربطی داره؟ و زنان افغانستان و مصیبت های بالا اینا هست چه ربط داره؟ اون مثل غنی خواهیم که یک کسی را مقرر میکرد، مثلا میگفت وزیر دولت در امور صلح، اون موتی یک تره تخمی یک چیزی میبود فقط فساد چاق میکرد. رینا امیری هم اینی میتی یک چیز است. زن افغانستان امروز در یک مناقشه تاریخی بین مرگ و زندگی و سر میبره و رینا امیری ربطی به او ندارد. خب اگر مولوی متقی اعلان کنه که این ما کت القاعده کت سازمان های بنگلی کت اویغورا کت حرکت اسلامی و ازبکستان که از اینا رابطه ما وجود نداره، اما کی بازی بخوره در ایگر؟ تمام سازمان های استخباراتی هم کشورهایی که در میجا شرکت میکنن، سازمان های استخباراتیشون هر روز سر میز مسئولین مدارک هم میمانن که اینقه قوا آمد، اینقه از پاکستان آمد، اینقه تروریست از فلانی ولایت در فلانی جا مستقر شد. باز گذشته از او وهابوف نمیفهمه که امی وعده ای که مولوی متقی باید بتر مبنی بر قطع رابطه با سازمان های تروریستی بینبلی، امیر خدا 18 ماه مذاکرات دوحه به امریکایی ها دادن. در مو سند 12 صفحه ناقص هم امی گپا گفته شده. سخنگویان طالبان هم میگن دیگه چرا اعلام بکنن؟ معجزه میشه؟ خب اگر بسیار نسبت به طالبان شما نظر دارین، چرا به رسمیت نمیشناسین؟ جرات ندارین. پاکستان که صاحب طالبان جرات به رسمیت شناختن نداره. او زمانا گذشت که سه کشور تروریست پرور عربستان امارات و پاکستان تروریسم طالبان را به رسمیت شناختن و اکمالات کردن تا کل افغانستان را پوشش بدن. حال چرا نمیکنن؟ حال سیاست تغییر کرده. قدرت های آسیایی که بر ضد تروریسم استاد هستن اونا رو نمیمانن. حال وضعیت تغییر کرده. خب جلوگیری باید میگه از وقوع فاجعه بشری در افغانستان باشه. ازبکستان چی جلوگیری میکنه؟ فقر و فاقهی در خود ازبکستان از نظر عمق خود در بعض جایا برابر با افغانستان است. او غم خود نمیخوره. او فقط دغدغه داره، میخواه به طالبان صفایی بتن، امتیاز بتن تا امی موازنه موجود امنیتی را حفظ بکنن. حفظ میشه به خاطر که پاکستان فعلا ضمانت کرده. یعنی ازبکستان بخشی از جناح بندی منطقه است که طالبان هم شامل از واسه. خب تیارات ازش پرسیده شد که تیاراتی که در ازبکستان است اونا چطور میشه؟ او گفت من جزئیات نمیگم، تیارات ملکیت امریکاست. بهرحال میریم به مطلب دوم. عبدالمنان عمری دزد معروف شبکه تروریستی طالبان و دزد صاحب صلاحیت به خاطر از اینکه برادر ملا عمر است، کاکای یا عموی ملا یعقوب است. ای آدم $3 میلیون از بابت عایدات خط آهن و عقل عبور از بندر آقینه گرفته، به جایزی که به وزارت مالیات تحویل بده او را برده به حساب شخصی خود انتقال کرده. پیش از این گزارش شده بود که
عواید 6 ماهه خط آهن بندر آقینه را در شمال بدون حسابدهی و ادارات مالی هزینه دفتر خود کرده بود و خود انتقال داده. حال گزارش جدید از منابع اپراتیفی بر ما واصل شدم مشخص میکنه که مبلغ دزدی شده 1,300,000 است. رئیس خدمات وزارت فایدامه یا آدم وزیر فایدامه ما است که از نزدیکای خودش از رئیس خدمات تمام وسایل دفتره، یعنی وسایلی که در ریاست ارگانهای محل بود قبلا، شامل 15 پایه یخچال که هر پایه 80,000 افغانی قیمتش است، 30 تخت قالین، 20 پایه ایرکندیشن یعنی دستگاه سرد کن که قیمت هر کدامش 50,000 افغانی است، 10 آدم موتر زرهی هم شامل همی دزدی است، 5 موتر هایلکس دو کابینه و تمامی ظروف آشپزخانه هم میشه جمع کرده بار زده به قندار انتقال داده. برادر ملا عمر، لیست اقلام دزدی شده منان عمری همی فیرستش فعلا پیش یک آدم است به نام ریحان، رئیس عمومی ریاست رایاهن، اینمی آدم است از شرکت شرافت. تمام لیست دزدی های منان عمری پیش اینمی آدم است. ای آدم مربوط شبکه حقانی است که سالها در ترور و کشتن کابولی ها نقش داشت. در زندان گوانتانامی به سر می برد که زموجه اعلان شده. ای ریحان نام خانم اولش در قطر است، تمام اولاداش بسیار در سطح بالا سرگرم تحصیل هستند. خرج و تمویل اینمی آدم در قطر از طرف امریکایی ها پرداخته میشه. خودش با زن دومش آمده فعلا در کابل زندگی دارن. امی ریحان نام رئیس دفتر شرکت شرافت که لست دزدی های منان عمری پیش اینمی آدم است. این لست به خبرگزاری ها و منابع خارجی داده، منابع اروپایی و امریکایی. گفته که از من نام نبرین، فقط بگوین که این در اثر تحقیقات به دست آمده. بعد از افشای این دزدی های کلان، منان عمری آمده بالای مامورین وزارت فایدامه فشار انداخته، خدمات و محاسبه و را تلویسته که بی سواد هم هستی آدم که یک سند جور کنی، سند مصرف اینمی چیزایی که به پای من قید شده همی 3,000,000 دلار سند مصرف ساختگی جور دارند. طالب این دفعه با یک چیری دیگه آمده که هم دروغش بسیار پیچیده و چسبناک است و هم بسیار فاسد است، دزد است. یعنی سر دزدای جمهوری را اینا خاریدن. مطلب بعدی را من خدمت شما عرض میکنم ایست که حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، این نماینده ها مستقیم با رهبری کشورهای خود در ارتباط می باشند. این قومی پری روز گفت که یک سفری داشت با پاکستان، رفته بود با بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان دیدن کرده بود و همونجا آمد یک شرط بسیار جعلی خود انجام داد. از نظر خبری میگه که ما از نقش سازنده پاکستان در امور افغانستان، در مسائل افغانستان ستایش میکنیم. خب آنچه که در پس پرده بین ای آدم و وزیر خارجه پاکستان گذشته مسلمان که چی ای گپ نیست، منتها ای ستایشی که میکنن یک چیز روشن میشه که هشدارا و پیشنهاداتی که آدم به خاطرش برنامه ریزی کرده بود و بسیار کشوگیر که اونجا سفر کرده بود، طرف پاکستان اینا رو اطمینان داده که بله ما چونین چیزایی که شما میگوین ما در دستور کار ما هست. اصلا به نظر شما چی میتونه باشه؟ ای آدم باعث نماینده ویژه ایران میره با پاکستان، برنامه ریزی میشه، این سفرها بیوده نیست، یک خرچ و مصرف و وقت و زمان گذاشتن. دیت یک حساس وقت، در یک وقتی هم رفته که
داعش تو بالا آمده رئیس، و شدت سرکوب طالب بالای جامعه شیعه به حد نهاییش رسیده، و در سرحدات ایران و افغانستان بین طالب و مرزبانان ایرانی هر از چندگاه یک آشوب، یک شارت پیدا میکنه، شارتی میکنه. همزمان بعد از نشست مهمی که در ایران صورت گرفت، کشورهای متفقین یک آمادگی به خاطر مقابله با موج در حال حرکت از افغانستان دارن، این سفر به وقوع پیوسته. از نظر زمانی مهم است. خب اولا ما شما به عنوان افغانستانی یک سوال میکنیم از حسن کاظمی قومی و از خود ما که کدام نقش سازنده پاکستان؟ نقش سازنده کی باشه در افغانستان که تمام دستاوردها یک نسل سیاست، نظام، اردو، زیر ساخت، نظم اجتماعی را کلش در یک توطئه در تبانی با امریکا از بین میبره، این نقش سازنده است؟ تروریسم امروز از سرحدات پاکستان تا کنارهای آمو همینطور پوشش خود تأمین کرده، به شمول تهدیدهایی که در مرز با ایران امروز تهدیدها مجسم از برجسته است، این نقش سازنده است؟ معلوم میشه که در ای فقط بر مطبوعاتی طور میگن، اصل صحبتشان اینه می باشه. در حالی که خودشان دور 3 روز پیش گفتن که داعش در افغانستان به شدت در حال سربازگیری است و یه خطر است. عالم میگه که از نقش سازنده پاکستان تحصیل میکنیم. او گپ با ای گپ اید نمیخوانه. سرکوب جامعه شیعه در تمام کشور. امروز آیسای از چند طرف با ایران هم سرحد است با وسیله لشکرهای نیابتی خود، از بلوچستان تا فرا و نیمروز و هرات. خب یعنی این آدم در حقیقت از مجری پروژه جهانی داعش ستایش میکنه؟ نه، این رفته بود که و پاکستان بگوید که شما چه خیال دارین. این بیانیه کلی او چیزی نیست که در اتاق مذاکره با وزیر خارجه پاکستان بینشان رد و بدل شده. ما شما حال دیگه تجربه را گرفته باشیم که مطبوعات چیزیست، دیپلماسی چیزیست، آنچه که در اتاق گفته میشه که یک آدم میره وظیفه چی میباشه، از طرف کشور خود وظیفه دار میباشه که اینی گپا رو به فلانی بگو، به مقامات این مملکت پیام برسان. این پیام چی باشه؟ ما از روی اوضاع کشور خود میگیم که یه آدم به وزیر خارجه پاکستان باید گفته باشه که ما میخواییم بفهمیم که برنامه شما به ارتباط داعش چی است، تا کجا میخواییم پیش بریم. اینی گفه باید زده باشه و هشدار داده باشه که این پروژه را استاد کنین. ممکن است در غیر صورت ما دست به عمل جوابی بزنیم. اینی طور باید گفته باشم. یک آدم بزرگ که کلان آدم میره در پاکستان برنامه ریزی میکنه، باز یک گپ هوایی خود میزنه، ما ستایش میکنیم، پس بر میگرده. آدم که یک چکر هم برو در رستوران با قهوه خوری چای نوشی، این رقم گپ نمیزنه. حتما برش گفته که نفوذ شما به طالب ثابت است، فشار به جامعه شیعه را بیخی از حد تیر کردین، شما ایره متوقف بسازین. اینی تو باید گفته باشه. یا مثلا امانگی شما با امریکایی در پروژه انتقال فتنه به آسیا میانه ممکن است در اینی قسمت، در اینی قسمت مخالف منافع ایران است. کاری نکنین که امنیت ما زیر تهدید قرار بگیره. اینی تو باید گفته باشه. و بلال بوتو هم گفته باشه خب میره در رهبری حکومت با رئیس ستاد ارتش پاکستان با ایسای و تمام قربانا در جریان میگذارن. در درست از ما هم به می نظر هستیم ظاهران. یعنی چیزی به نام رفتار ستایش برانگیز پاکستان در افغانستان وجود نداره، و هر کس که واقعا چنین
ادعای میکنه در جنایاتی که در افغانستان علیه مردم ما میشه شریک هستن. اما یکی از این جنایات ها ایست که از هر ولایت طالبا مثلا از پنشیر، از کاپیسا، از پروان، از سالنگ، از مزار، از کابل، اینا افراد جاسوس های محلی ده بردن در مرز ایران. در مرز ایران وجه خو از هموطن های ما شما از اثر فقر و فشار زندگی و ترس و تهدید اینه می تو صد نفر، هزار نفر به طرف ایران میان، طرف سرحدات به طرف ایران تیر شوند. اوجه یا چه میکنن؟ مردم استاد میکنن این مزدورای محلی را که بردن راولداره، کسایی که اهل منطقه می باشن. مثلا از کاپیسا کی از بیا اون راولد کاپیسایی کی از یا کی هستن شناسایی میشه که شناسایی شد نظامی پیشین بود یا زن ای میرفت که با مقامت یکی باشه یا قبل کلش استاد میکنه راست میاره کلش در ریاست چل زیر شکنجه میگیره استخوانهاشون رو خرد میکنه. همیاله در ریاست چل به هزاران نفر نظامی اکثرا پنشیری و شنبالیوال در اونجا زندانی هستن و هر چیزی که از دستشان میه اینا انجام میدن. اینی از کارهای ستایش انگیز پاکستانی در افغانستان انجام میدن و حسن کاظمی قومی در کمال بیدردی و مطبوعات اینطور میگه. بعد از اینکه هر آل تیاری که در کابل نشست میکنه یا از ترکیه یا از جای دیگه میره، طالب کسی که از شمالی پنشیری کلش یک جای میکنه تحقیقات میکنه میبره در ریاست چل که از کجا آمدی کیستی. جالب یک خبر دیگه آمده که حافظ محب الله شاکر سرکنسول افغانستان در پشاور است. او به روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون گفته که ما را به رسمیت بشناسه، باید مردم از او کشورهای عربی که اسرائیل به رسمیت شناخته ما هیچ شکایت نداریم، قبول داریم، ما او مسائل داخلی شان است و مقصد ما در غم خود هستیم، ما را به رسمیت بشناسن. این اشاره به کی است؟ به قطر است که به رسمیت شناخت اسرائیل و به امارات است که میدانهای هوایی افغانستان را برش دادن. ای چی میگه؟ در پشت ای گپ چی هست؟ در پشت ای گپ ایست که وقتی که امارات در افغانستان است مفرزای اسرائیل هم است، اونا میان علی ایران فعالیت میکنن. اینا رو تصور بکنید که ایران چی میکنن. بنابراین اینی رقم یک کنش ها و واکنش ها وجود داره. در این حال که درگیری در تمام کشور در حال افزایش است و هیچ کس نمیفهمه که تا یک ماه بعد اوضاع به چه شکلی است. تنها در دیروز در بغلان بین دو گروه طالب چنان جنگی در میگیره، تمام خانه‌ای که در اطراف از او است کلش مصدوم میشه، مرمی میخوره، نفر کشته میشه و کاملا یک وحشت سرا جور کردن. چرا؟ اینا بدون جنگ هیچ آرام و قرار ندارن. در گزارش از احمدزی های بقای اندرابی ما خواندم که نظام دیگه گزارش ها یک ذره شاخصه بهتر خبری داشت. او نوشته کرده که چند تن از طالبای بغلان مرکزی میخواستن معاذ معاون اداری گروه طالبا را برای فرماندهی قماندانی امنی بغلان با کسایی از مقاومتگرا از اندراب بر از اینا تسلیم شده بودن اینا را بگیرن، دستگیر بکنن یا از بین ببرن. یک گروه خو در اندراب تسلیم شده، به خاطر نه نان رسید، نه آب رسید، نه ماش رسید. اونا را با خونشان بازی میکنن. او خائنایی را که چونی کار میکنه در برنامه قبلی ما برای شما معرفی کردم. یک گروه دیگه طالب که خود طالب یعنی داعش دیگه، اون القاعده میخواست که اینا را از بین ببره. بینشان جنگ میشه و دو نفر مهاجم کشته میشه همراه با 10 تن، 7 نفر دیگه هم زخمی میشه. همچنان گزارش های برای ما واصل شده که اینا دوباره سوقیات میکنن به طرف اندراب، از هر طرف جمع میکنن، از ولایات دیگه که قرار بود نفر بیارن موفق نشدن. یعنی مردم حال
با جنگ با اندراو و پنشیر نمیه، با مشکلات برخوردن. در هر حال از قطعات را که اینا جمع میکنن از دیگه ولایات سر اندراب دوباره اینا ملا یعقوب و فسیودین پلان دارن که مسلما مبارزان اندراب از این مسئله مطلع هستن. و امو گزارشی که برای ما از یک کانال واصل شده بود معمیره برای شما بازگویی کرد. تا برنامه بعد شما رو به خداوند می‌سپارم.